سمیرا راهی روزنامه‌نگار از استانبول با ما همراه شدن. خانم راهی واقعا فکر می‌کنید همونطوری که مسئولین گفتن کمبود بودجه دلیل این طرح آموزش غیر حضوری هست یا دلایل دیگری است که نمی‌خوان بگن؟ درود بر شما. من قبل از اینکه با هم صحبت بکنیم با دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران پیرو اخباری که قبل از این منتشر شد صحبت کردم. دقیقاً این دو دانشجو هم نگرانی‌هایی از بابت این داشتن که گفته‌ها و ادعاهای مقامات مسئول که اتفاقاً زد و نقیض هم هست نگران کننده هستش و دلیل اصلی این نیستش. اونها از این تعطیلی بسیار طولانی نگرانی‌هایی دارن که با تعطیلی مکان‌های مختلف در دانشگاه، یعنی هم سلف‌های غذاخوری، خوابگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و فضای کلی دانشگاه اقدامات امنیتی بسیار رو شاید بخوان افزایش بدن، دوربین‌های بیشتر نصب کنن، یا حتی نگرانی یکی از دختران دانشجو که دقیقاً در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه تهران زندگی می‌کردیم بود که احتمال اینکه حتی بخوان شنودی رو در فضاهای خصوصی اتاق‌های دانشجوها قرار بدن هم هستش. در کنار این ما ادعاهایی رو از مقامات مختلف دانشگاه تهران میشنویم. رئیس دانشگاه و مسئول امور آموزش اعلام کرده به دلیل کمبود بودجه است و با تعطیلی این دانشگاه در این بازه زمانی تا هفته اردیبهشت میخوان صرفه‌جویی بکنن برای اینکه خدمات رفاهی بهتری رو به دانشجویان ارائه بدن. ما هنوز یادمون نرفته که دانشجوها در اون دانشگاه‌ها با غذای بی‌کیفیت مسموم شدن، یا حتی در ادامه مسمومیت دانشجوها شاید بدونیم که این رو به هم متصل بکنیم، الان میتونیم این تفکر رو داشته باشیم. در کنار اون در شعارهایی که دانشجوها میدادن بسیجی ها و نیروهای سرکوبگر رو خطاب قرار میدادن و میپرسیدن بودجه ما کجاست، چطور ممکنه که در اولین ماه از سال جدید زمانی که بودجه تخصیص پیدا کرده و ما شاهد این هستیم که بودجه رو از محیط زیست، گروه های آموزشی و خدمات رفاهی اجتماعی کم کردن و مشخصا بودجه نیروهای سرکوبگر در بخش های مختلف رو افزایش دادن، چطور میشه بودجه نباشه برای اینکه آموزش رو ارتقا بدن و مجبور بشن دانشگاه رو تعدیل بکنن؟ یک ادعای بسیار، من متاسفم شاید بتونم احمقانه ای که مسئول امور دانشجویی کرده، چیزی که در سالهای گذشته نبود، اعلام کرده که اصلا مسئله مالی نیستش و ما نگرانمون از این هستش که دانشجوها بعد از تعطیلات سال نو مشکل پیدا بکنن در اینکه بلیط بگیرن، دانشجوانی که در شهرهای دیگه زندگی کنن و به تهران بیان. یعنی در کنار همین یک خبری که منتشر شده، سه عضو و سه مقام ارشد دانشگاه حتی نتونستن یک ادعای یک دروغ مشخص با هم داشته باشن. و من تصور میکنم که وقتی که ما برمیگردیم به چند ماه گذشته نگاه میکنیم، به سه ماه اولی که دانشگاه یک سنگر بسیار بزرگ شد برای همراهی اعتراضات، دانشجوها صدای خودشون رو بسیار بلند کردن و تندترین شعارها رو برای شخص علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی دادن، الان من فکر میکنم که این مسئله یک نوع انتقام‌جویی هست از دانشجوها برای اینکه هم شناسایی بیشتر بشه، هم سرکوب بشه. ما میبینیم که دانشجوهای دختر مخواسته در خوابگاه‌ها عملاً دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن و این محروم کردن دانشجو از فضای خوابگاه هستش و از فضای آموزشی هست که قطع به یقین دلیل اون کمبود بودجه، اون هم در شروع ماه جدید در سال 1402 شمسی، نخواهد بود و احتمال این رو باید داشته باشیم که برنامه‌های جدید و متأسفانه فشارهای امنیتی شدیدتر رو به دانشجوها وارد بکنه. خب خانم راهی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید و ما در خبر هم داشتیم که دانشجویان دختر گفتن این میتونه واکنش مسئولان دانشگاه باشه در برابر مقاومت دانشجویان دختر در برابر حجاب اجباری، آیا این راه حل، فکر می‌کنین راه حل خوبی هست؟ بله حتما، قطع به یقین نیستش. دانشجو در تمام این چند ماه از این تهدیدها، ضرب و شتم‌های علنی، خوردن گاز اشک‌آور، دستگیری‌ها و حکم‌ها و تعلیق‌هایی که وجود داشته دست نکشیدن. یعنی اگر قرار بود نبودن یک خوابگاه و مجازی کردن دانشگاه باعث بشه که دانشجو دست بکشن از اعتراضاتشون، که ما می‌بینیم همچنان شاید به دلیل همین اتفاقاتی که ذکر کردم به گستردگی قبل نباشه، اما همچنان این اتفاق بودن و من هم نظرم با شما که این اتفاق ممکن نیستش.